درود به بینندگان عزیز تلویزیون شادی، امیدوارم که هر جایی این دنیا هستین خوش باشین، شاد باشین با برنامه جدیدی که براتون آوردیم به نام کلگب، که بیشتر گیلانی صحبت میکنم ولی امروز فعلا با برادرم رسول اینجا نشستیم در خدمتتون تا این برنامه رو بهتون معرفی بکنیم. آمین. با درود خدمت هموطنان عزیز، جا داره که تبریک بگم به برادر عزیزم شاپور جان برای این برنامه که خب یه مقداری متفاوت خواهد بود، همونطور که ایشون فرمودن با زبان گیلکی در از صحبت خواهند کرد. بله. که مسلما هدفی از این که این برنامه رو گذاشتن خواهند داشت، که البته من استثنا تو این برنامه در خدمت ایشون و در خدمت شما عزیزان هستم. خواهش میکنم در برنامه های دیگه خود ایشون هستن به تنهایی، که حتما شاهد برکتی که برای منازل شما عزیزان خواهند آورد، به طور خاص عزیزانی که زبان گیلکی رو متوجه میشن. گیلانی عزیزمون بله، که متوجه خواهند شد، اینم که باعث برکتشون خواهد بودش. اگر بتونیم پس در ابتدا میتونم از شما بخوام به زبان گیلکی دعا کنید؟ حالا نمیدونم. به هاللویا، خدا رو شکر. بفرمایید پس. خب خدای شکرت شکر کنم تی نامه خداوند، که تو حقیقتا خداوند بزرگی، تو خداوند آمید. پر از رحمتی خداوند، شکرت کنم که بتونستم خداوند در خدمت تو بایستم برای جلال نامت بایستم ای خداوند، تا بتونم که نام تو رو جلال بدم ای پدر جان. آمید. هر چیز که از افکار مو بیروننه خداوند تا جلال بده ای خداوند، تا بتونم که حقیقتا هم مردم گیلان ای خداوند، هم مردمی که عاشقشون هم گیلان زمین ای خداوند، به تو ایمان برن و بدونن که تو خدای زنده ای و بدونن آمین. که تو خداییسی که همان نجات دینی ای خداوند. آمین. همجوری که من نجات بده ایمان دارم که گیلانین هم تو نجات دینی، تمام مردم ایران نجات دینی ای خداوند. شکرت کنم به نام عیسی مسیح. آمین. آمین آمین آمین. با تشکر. خب درسته من به عنوان مهمان برنامه هستم، اما اجازه بدم بخواد من سوال کنم. بفرمایید. میدونم که بعضی از سوالات میتونه سوالات هموطنان عزیزمون باشه. اصلا شما کلن گیلان رو از چه قسمتی از کشور ایران میدونید؟ میگید به عنوان گیلان هستش و این مردم به اصطلاح گیلکی صحبت میکنن، گیلانی صحبت میکنن. من مال لایجانم. بله. که در غرب گیلان است، که کلن فکر کنم در غرب ایران ما باشه. بله. بعد میشناسیم معمولا گیلان که دریای خزر داره. ما نزدیکای 30 کیلومتر همچی چیزی به دریا فاصله داریم. دریا خزر. بعد اصلش پایتخت گیلان رشته. ما تو شرق گیلان هستیم. آه درست. لایجان تو شرق گیلان هست. لایجان هم یکی از بزرگترین شهرهای دو، بزرگترین شهر بعد از رشته، که الان فکر کنم از رشته هم بزرگتر شده. اینجوری برای اینکه من نمیدم زیباست. مدت هاست نبودم اونجا. بله. شاید فکر کنم الان خودم هم برم گم میشم. چون خیلی بزرگ شد اطرافش. شهرهای خوبی داره به طور کل، شهرهای سرسبز، فضاهای خیلی جالب. بله. بعد من که عاشق شهرم هستم، الان خیلی مدتم از شهرم دورم، بچه ها الان من میبینم میگن شاپور کجا بود، اینجا کجاست، تو تلویزیون داره چیکار میکنه. ولی میخوام بهتون بگم بله، اون همون شاپورم که بعد بیشتر خودم معرفی میکنم. بچه های جوانایی که بزرگ شدن شاید من نشناسن، چون 20 سال از اینا دورم. به هر حال اسم برنامه هم کلگبه، که همین میدونین گب خودمونی یا صحبتهای خودمونیه، که میخوام بیشتر عیسی مسیح رو به شما معرفی بکنم و بگم چجوری من به عیسی مسیح ایمان آوردم، تا شما بتونین نجات پیدا بکنین، تا شما این خداوند بشناسین. آمین آمین. پس شما به زبان کاملا گیلکی میخواید صحبت کنین؟ بله. درست میگم؟ درست میگم؟ من اصطلاحاً گیلکی میگم. میخوام اینم اصطلاحاً درست باشه که هموطنان عزیز ما بله. لجست همون بیشتر. گیلانی گیلانی لجست بیشتر. توش چی داره؟ اصلا چه چیزایی معروف هستش توی گیلان؟ کلوچه لایجان خیلی معروفه. آه راست میگه، درسته. کلوچه شما هم لطف میکنید ما میدگاهی. بله. کلوچه لایجان خیلی معروفه، درسته. بعد شالیزارش که اطرافش خیلی معروفه. برنج های خوب داره. بعد اصلا خود لایجان
مرکز چایی درست که چایی تمام ایران شد. از لایجان تهیه چای لایجان واقعا چای الان خیلی الان شنیدم خیلی برادرم الان همه جا رو از تهران اومدن همه رو خونه درست کردن خیلی جا رو الان گرفتن فضای سبز از بین بردن ولی به امید خدا که مردم خودمونم متوجه شن که فضای سبز چقدر برای زندگی ما ارزش داره که الکی فضای سبز خراب نکنیم بریم بیلدینگ درست بکنیم نمیدونم خونه درست بکنیم ویلا درست بکنیم ساختمون درست بکنیم این کارا رو نکنیم حقیقتا فضای سبز به زندگی خودمون بیشتر ارزش بدیم تا به ساختمون های براو براو من خب سال هاست که شاپور عزیزو میشناسم ارادت دارم خدمتشون با اون لهجه شیرین اما میبینم چقدر مایله که تا میرسید به عزیزانی که گیلانی هستن بلا فاصله زبان فارسی تمام میدیم تو زبان بین‌المللی دیگه وقتی کانال عوض میشه یه نفر ببینیم لایجانیه یا گیلکیه شروع میکنی البته من لایجانی صحبت میکنم ولی کل گیلان متفاوت لهجه های متفاوت دارن که خود رشت یه جور دیگه صحبت میکنم ولی کلن میتونم رشتی صحبت بکنم ولی بعضی جا شاید خرابش کنم بخاطر اون نمیخوام رشتی صحبت بکنم میخوام لایجانی صحبت بکنم بعد عزیزان ما هم که در رشت هستن این لهجه رو با این زبان رو آشنایی دارن بله بله تون صحبت بکنیم متوجه نمیشن ولی آروم صحبت بکنیم متوجه این اینجا که ما انگلیسی بعضیا لهجه دارن خیلی تون صحبت میکنن میرن ما متوجه نمیشیم ما هم اینجوری هستیم درسته برادر خیلی خوش اومدی به برنامه‌ای که اول روز ما اجرا داریم میکنیم عزیزی. واقعا افتخار دادیم برادر که ما دوستت داریم عاشقتیم واقعا فیض خداوند همیشه با شما باشه که اولین روز برنامه اومدی کمک بکنی تا بتونیم جا به جا بشیم توی این ساختمون جدیدی که اومدیم خدا شکر برای مسیح خب این امکاناتو خداوند واقعا مهیا کرد شکر. مطابق فیضش داشته باشیم همونطور که قبلا خدمت عزیزان نیز اعلام کردیم میل به این داریم که بتوانیم این خدمت رو وسیع کنیم از استعدادها نیز استفاده کنیم از کسایی که رویا دارن برای کار خداوند نیز استفاده کنیم حتی عزیزانی که در اندیشه آزادی مملکتمون ایران هستن تا در اون چارچوبی که واقعا کلام خدای ما اجازه میده ما خودمون رو محدود نمی کنیم برای آزادی مملکتمون نیز اندیشه داریم که با فیض خداوند تو شرایط خوبی کشور ما قرار بگیره تا بتونیم خبر خوش نجات رو به مردم بدیم برای یک زندگی سالم هرگز فکر ما این نبوده و نخواهد بود که ما اندیشه کنیم برای اینکه بگیم همه حالا باید 100% مسیحی بشن اگر مسیحی نشن وای خیر اصلا چه این چیز کلام خدا ما رو به چنین امری مجاز نکرده بلکه ما آنچه را که چشیدیم به دیگران اعلام خواهیم کرد هر کس شنید و ایمان آورد خدا رو شکر هر کسی هم شنید ایمان نیاورد بازم خدا رو شکر این آزادی هست که خداوند به هر انسانی داده و رأی انتخاب با خود شخص هستش که بتونه اون باور و اندیشه رو تجربه کنه اما پافشاری رو این داریم که هموطنان عزیز تحقیق کنید لطفا به باور خودتون تحقیق کنید مبادا در چاله هایی که گذشتگان گرفتار شدن ما نیز گرفتار باشیم از این رو هست از شاپور عزیزم خواهش کردم مشروط بر این که چون دل قشنگ شاپور جان رو من دیدم به طور خاص در بشارت مرسی. که محل کارش زندگیش همیشه میل به این داره که این خبر خوش نجات رو به دیگران بده و همیشه میگه رویا دارم برای گیلان که بتونم اونجا کلیسایی داشته باشیم خدمتی بکنیم خدا من با قلان صحبت کرد که ازشون خواهش کنم که اگر مایل هستن در این شبکه نیز با ما باشن و قسمتی از این خدمت رو با خودشون نیز مرسی. داشته باشن و خوشحالم مرسی که مرسی برادرم که این عزیزی. فرصت پس. دادی به ما که ما بتونیم هم نام خداوند جلال بدیم هم از این طریق با لایجانیه عزیزم آمین. بتونم یه ارتباطی داشته باشم به طور کل ولی شما خیلی خوشحالم شما دفعه بعد حالا من این دفعه گذشتی دفعه بعد این کلوچه گیلان این چایی خوشبو گیلان رو برامون بیار من اتفاقا چایی لایجان خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم اتفاقا چایی لایجان خیلی خوبه ما اون موقعی که لایجان بودیم چایی خودمون که میکندیم مثلا میچیدیمش بیاریم دمش کنیم کلن سبز نمیخوردیم برادر نمیدونستیم چی خاصیت این
سبز چای داره سبز. چای سبز داره ما همش سیاهش میکردیم میخوردیم میگفتیم اونه آره خشکش میکردیم ولی واقعا الان ما میبینیم همه دنبال چای سبزن درست. میگن سرطان از بین میبره نمیدونم چه خاصیتایی بخصوصی داره ولی برادرم میگم یه چیزی بگم که معمولا ما همیشه انسان اینجوریه وقتی یه چیزی برای ما پیش میاد میخوایم که اولین نفر رو که میخوایم باهاش صحبت بکنیم یا میریم با خانم ما صحبت میکنیم یا با همسر ما یا با نمیدونم شوهر ما یا با برادر ما یا با پدر ما صحبت میکنیم هیچ وقت اینجوری نشد که ما بریم مثلا اول از خدا اینو درخواست بکنیم سوال بکنیم ای خدای من میخوام این کارو بکنم آیا تو حاضری که من کمک بکنی من ایمان دارم که خدا کمک میکنه آمین. ولی ما همیشه به عقل انسانی خودمون میگیم خب ما رو تجربه و عقل ما میگیم خودمون بهتر بلدیم بذار خودمون این کار بکنیم با عقل انسانی خود اینو شما چی میگی مثلا میتونی اینو باز بکنی خب طبیعیه اینو باید بدونیم که توی کره زمین داریم زندگی میکنیم طبیعتاً همه ما آنچه که تجربه کردیم آنچه را که دیدیم و آموختیم انجام خواهیم داد ولی کلام خداوند هستش که قوت ما خواهد شد و ما این رو به تجربه خواهیم آموخت که گذشته از دانش زمینیمون که باید باشه گذشته از تجربیات گذشتگان که باید از اونها نیز بیاموزیم خدا که خالق ما هست و اگر خدا رو بشناسیم مشروطه برای این که خدا رو میشناسیم که خدا حکیم هست خدا عشق و محبت هست خدا ما رو دوست داره خدا حامی ما هست خدا بر اصل یک هدف مقدس انسان رو آفریده اونم چی؟ در مسیر این که شکل خود خدا بشیم شکل پدرمون بشیم مسلماً اونجا هستش که ما برای هر اندیشه و تصمیمات بزرگ توی زندگیمون بهتر هستش که از خدا نیز صلاح مصلحت کنیم بهتر هستش که مطابق دعای ربانی ما اراده خدا را بخوایم و وقتی اراده خدا را میخوایم مسلما همون گونه که رسولان مسیح تجربه کردم این حکمت رو خواهیم آموخت و مطابق کتاب ارمیا 33 رو من همیشه میگم کتاب ارمیا 33 که کلام خدا میگه مرا بخوانید که شما را اجابت خواهم کرد و از آنچه که نمیدانید من شما را آگاه خواهم کرد پس این آگاهی رو نیز به ما خواهد داد بله اراده خدا ولی هست ولی کلن میسته که اصلا بشر اینجوریه آدمیزاد اینی که مثلا تا کسی رو نبینه تا کسی رو حس نکنه اطمینان نمیکنه بهش مسلم به خاطر همون ما اول هیچ وقت نمیریم به طرف خداوند که از خدا بپرسیم ای خداوند این کار ما میخوام بکنم آیا تو نظرت هست این کار بکنم یا نه چون نمیبینم خدا رو ولی برادر من اینو بهتون بگم که واقعا وقتی با خداوند صحبت میکنی ایمان دارم که صدای خدا رو میشنوی حتی در قلب خودت صدای خدا رو میشنوی هر وقت مشورتی از خداوند میکنی ایمان داشته باش که از دهان یه نفر یا از حرکات یه نفر دیگه بهت میگه درست. معمولا اینجوریه آمین. ولی برای من ثابت شده که با خدا هر وقت مشورت کردم همین هفته پیش کاری داشتیم 3 ماه طول کشید ولی واقعا دست خدا توشه رفتیم یه جای توی اداره رفتیم اداره چیزی که ما داشتیم اصلا نمیخورد به اون چیزی که اونا میخواستن خواست ارادشون بود میگفتن که اصلا این هیچ جوری به چیز ما نمیخوره چجوری میخوای اینو درست بکنی ولی خدا گفت باش اشکال نداره عدد قانونی واقعا نبود ولی گفت اشکال نداره من برات میمیسم فلان بیا برو من میدونم کار خدا بود آمین, آمین آمین اینه که ما میگیم مشورت با خدا خیلی بهتر از اینه ولی گیلانی عزیز بهتون مژده میدیم همینجوری ما صحبت نمیکنیم بعد براتون ترانه میذاریم گیلکی که با خسته نشین از صحبت ما از دیدن ما خسته نشین ترانه دارید سرود گیلکی هم داریم گیلکی داریم فکر کنم اگه لطف بکنه کارگردان عزیز ما بذاره خیلی ممنون میشم ممنون میشم از اتاق فرمان پس بریم با هم دیگه یک سرود بشنویم سرودی که حتما برادر عزیزم قبلا آماده کردن ممنون و برمیگردیم Thank you.
بشر با من حس خدا می امرای مجده‌ی روح القدس با من داوود شهر مسیحای خداوند کبریای بیدین چطور به دنیا با ما بیلان روشن کده یا زاکر غنده به ویخته بیدین تبیل دورون خفته بیدین دنیا نور اشکار درود دوباره به بینندگان عزیز که برنامه ما رو نگاه میکنن از. با تشکر مجدد از شما برای که امروز با ما بودین. خواهش میکنم خواهش میکنم چه سرود زیبای گیلکی من تا نشنیدم. بسیار عالی. سرودای زیادی داره بله. گیلکی که بعدا براشون میذاریم برای مردم. ممنونم. ترانه های گیلکی هم بذارید بله. لطفاً. الان خیلی ها من میبینن برادرم نگاه میکنن میگن که شاپور چرا توی تلویزیون چطور شد؟ ولی خب همه رو یه ذره سب بکنین همه رو ایواش واش بهتون میگیم همه چجوریه شاپور چرا اینجاست؟ آجان چرا برای شما دارم صحبت میکنم شاپور میشناسین شاپور قدیمی اون چی بوده الان این کیه؟ بله شاپور دوگانه شده الان بالاخره اینا رو بهتون میگم بره. شما فکر کنم گواهی ایمانتون رو دادید؟ گواهی ایمان دادم الانوش دیدم گواهی الانوش بله دادم بعد اینکه خیلی مختصر بود دست. ولی بعدم برای مردم لاهیجان بیشتر باز میکنم که شاپوری که قدیمی بود الان چی شد. آمین آمین. و واقعا به فیض خدا ایران ما آزاد بشه. البته. پس شما این اندیشه رو داری که بتونی یک کلیسایی در آمین. آمین آمین. بعد اینکه نه شاپور کی بودی چی شده نه کی کار خدا چی بودی چی کرد خداوند. برابر. کار خدا رو بگیم که چی کار کرد خداوند. حقیقتاً ما حقیقتاً کسی نیستیم که بخوایم ما دنبال خدا نبودیم ولی خدا دنبال ما بود. خداوند آمین. ما رو پیدا کرد. آمین. اینو بدونیم که خدا ما رو پیدا کرد. ما اشتیاق درست خدا پرست بودیم ولی اشتیاق نداشتیم برای رفتن به خداوند. خدا ما رو انتخاب کرد. آمین. ما خدا رو انتخاب نکردیم. چون خدا از اول میدونه کی رو انتخاب بکنه. همه کسی انتخاب. خدا آمین. میخواد همه ما نجات پیدا بکنیم. خدا آمین. میخواد همه ما این حیات و این نجات بچشیم که واقعا بدونیم که کجای زندگیمون هستیم. چقدر آرامش میگیریم برادر که وقتی به خدا عیسی مسیح ایمان میاری. چقدر آرامش میگیریم. حقیقتا وقتی هر کاری داری زانو میزنی در مقابل خداوند میشینی دست نیازتو به سوی خدایی که تمام هستی و نیستی مال اونه. آمین. این خدا اومد بهت گفت من بابای تو هم. تو براب. فرزند منی. این ببین چقدر فرق میکنه. من گم شده بودم پیدا شدم. خداوند وقتی منو پیدا کرد الان میفهمم که این بابا کی بوده. به هر حال شما سرور ما هستی عزیزت خواهشتم نه بسیار عالی. من نمیخوام از انجیلی صحبت بکنم ولی میخوام که همینجوری به مردم بگم که جان واقعا کلگم که خودمونی باشی چجوری خداوند اینجوری با ما صحبت میکنه حقیقتا. آمین خدا شد. شاپور عزیزم یکی از مردان زحمتکش هسته. چند سال شاپور جان تشریف آوردید آمریکا؟ من حدودا 20 ساله
از ایران بیرون اومدم. حدوداً 18 سال 17 سال تو امریکا هستم. چند سال به مسیح ایمان آوردید؟ حدوداً به مسیح 15 سال ایمان آوردم، ولی تو 5 سال اول خیلی تقلق بودم برای اینکه نمی‌شناختم خودم. این تقلقم گیلانیه دیگه. آره دیگه، آره. آره دیگه. اینجوری بود، ولی کلاً بعد از 2007 بود که به خداوند ایمان آوردم. واقعی من از 2007 به عیسی مسیح ایمان آوردم و واقعا خدا رو شکر میکنم برای خدا رو شکر برای این بله. موقعیت که ایجاد شده، ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش عمل خواهد کردش. به عنوان یک مهمان در این برنامه از هموطنان عزیز نیز خواهش میکنم برای برادر عزیزم شاپور جان برای این برنامه در دعا باشید و در انتها از شما عزیزان خواهش میکنم که لطف کنید اگر حقیقتا در قلبتون هست به عنوان یک ایرانی که دوست دارید ایران آزاد بشه، دوست دارید که مردم نسبت به گذشته از آنچه که واقعا درست نبوده این آرامش و آزادی رو به دست بیارن، از هر چیزی که اونها رو به اسارت گرفته بتونن آزاد بشن و با هدفی که تلویزیون شادی داره برای ایران که آزادی و امید هستش و آرامش هستش و سلامتی هست، لطفاً دست همکاری بدید نسبت به پیشنهاداتتون، نسبت به موقعیت مالی برای این تلویزیون، نسبت به این که حتی از نظر فنی میتونید کمک ما بکنید. نمیدونم، شاید در قلبتون هستش که یه قطعی از نیاز ما رو بگیرید، مثل کامپیوتر تلویزیون هستش که میتونید با اتاق فرمان نیز در تماس باشید. موضوع اینه که ما بدن مسیح رو همه رو به فعالیت بیاریم. آمین. چه شما هموطن عزیزم که بیننده این برنامه هستید و چه ما که اینجا هستیم دست همکاری بدیم تا بتونیم با فیض خداوند بهترین برنامه ها رو برای نجات ایران و ایرانی ها داشته باشیم. اتاق فرمان علامت میدن که گویا وقت و برنامه شما داره تموم میشه. وقت ما خیلی کوتاه است. به هر حال داست برنامه دیگر به حضور شما میایم عزیزان تا بتونیم بیشتر شما رو با این خداوند آشنا بکنیم. آمین. تا بیشتر بتونیم با هم صحبت بکنیم، همون کلگبی که بنایمشی میه باشیم یه همه صحبت بکنیم. ملای جونی بیتر تینم صحبت بکنم تا فارسی، ولی با کلن تا دفعه دیگه میتونیم با شما بیتر صحبت بکنیم، بیشتر بشناسونیم این برنامه رو که ما چی برنامه‌ای داریم براتون. امیدوارم که خوشتون بیاد. آمین آمین. با تشکر از عزیزان که با ما مرسی.